بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. در مورد اشرف غنی رئیس جمهور قبلی افغانستان حتما کم و بیش میدانید. اشرف غنی کسی بود که تقریبا دو دوره رئیس جمهوری افغانستان بود. کسی بود که بالاخره حکومت را رها کرد و با پول گزاف افغانستان را ترک کرد و خیانت بزرگ در حق ملت خود و در حق کشور خود کرد. مردم ما لقب او را وطن فروش و خائن ملی ماندند، ولی یک تعداد مردم دیگر هستند که هنوز هم طرفدار اشرف غنی هست و او را حق بجانب می داند و میگه گناه از او نبوده. خب ای که اصل ماجرا چی هست؟ والله اعلم. اشرف غنی در زمان ریاست جمهوری خود به حج بیت الله شریف رفته بود به خاطر ادا کردن فریضه حج. در جریان ادا کردن مراسم حج مردم بسیار از او استقبال می کردند و عکس های سلفی حتی با او می گرفتند. آیا دوستان عزیز به نظرتان این حج آقای اشرف غنی نمایشی بوده یا ای که واقعا از ته دل میخواسته که فریضه حج را ادا بسازد؟ از یک طرف میبینیم که همچون کار کرد که ملت را غرق کرد و وطن را فروخت، و از یک سو میبینیم که فریضه حج را ادا میکند و حالا هم که در امارات به سر میبرد میگه من این کار را نکردم، بالای من دسیسه شده است. ای که اصل ماجرا و اصل قضیه چی است خداوند متعال بهتر از ما میفهمد. دوستان عزیز، به همین شکل یک مرد هندو از آقای نایک در مورد حج کردن سوال میکند. میگه شما مسلمان ها میگین که با سنگ و چوب و اینا عقیده نداشته باشید، او را پرستش نکنید، پس شما چرا یک خانه گلی را در عربستان سعودی که نامش حج گذاشتین او را عبادت میکنین؟ در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله ویت آمیز مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak, sister, speak. In Hajj pilgrimage, they worship holy shrine as a Hindu they worship. That's a very good question the brother has posed, that if Almighty God has got no image in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, no form, then why do the Muslims, they worship the holy shrine referring to the Kaaba in Hajj pilgrimage? دکتر سید زاکر نایک در پاسخ میگه که هیچ مسلمان خانه کعبه شریفه را عبادت نمی کند. بسیاری از مردم سوال برشان خلق است که مسلمان ها به خاطر عبادت میرند خانه کعبه شریفه را عبادت میکنند. یک غلط فهمی بسیار بزرگی در بین مردم است. بلکه در عوض باید بگیم مسلمان ها که اونجا میرند عبادت میکنند فقط الله متعال را عبادت میکنند، نه خانه او را. خانه کعبه شریفه قبله مسلمان ها است و قبله به معنای دایرکشن از انگلیسی، یعنی تمام مسلمین را متحد نگه می‌دارند که همیشه دعا بکنند و نماز بخوانند به طرف قبله، به طرف خانه خدا. به طور مثال یک گروهی از مسلمان‌ها است که می‌خواهند نماز بخوانند. بعضی‌هاشون میگن طرف شرق بخوان، بعضی‌هاشون میگن غرب، بعضی‌هاشون میگن جنوب، بعضی‌هاشون میگن شمال. پس باید در این صورت چی کرد؟ در این صورت فقط محل را باید انتخاب بکنیم که تمام مسلمین به او قناعت داشته باشند و او هست خانه خدا که تمام مسلمین به همو طرف نماز می‌خوانند. Ever worship the Kaaba. It's a misconception among the non-Muslims that we Muslims We worship the Kaaba. No Muslim worship the Kaaba. We only worship Allah subhanahu wa ta'ala, who we cannot see in this world. What we do is that Kaaba is the Qibla. Qibla in Arabic means the direction. Kaaba is the Qibla because we Muslims, we believe in unity. Always unity. For example, if we want to pray to Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, if we have to offer Salah, some may say, let's face the north. Some may say, let's face south. Some may say east, some may say west. Where do we face? We believe in unity. So for unity, all the Muslims throughout the world, they are asked to face in the direction of the Qibla, that is the Kaaba. It's a direction. We don't worship it. And the first people who do the world map were the Muslims. دکتر صاحب زاکر نایک میگه موضوع جالب تر از اویی است که وقتی که مسلمان ها به خانه خدا میرند به خاطر طواف حج، تمامشان طواف حج را میکنند به شکل دایروی که خانه کعبه شریفه در سنتر، یعنی در بین قرار میگیرد. به این معنا که تمام مسلمینی که طواف میکنند فقط یک خدا را طواف میکنند، یعنی یک خدا است. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که در صحیح مسلم در بوک آف حج، یعنی کتاب حج، نوشته است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که
ما سنگ سیاهی را که در کعبه شریف است ماچ میکنم، یعنی بوسه میزنم، صرف و خاطر از اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او را بوسه زده. مراد از سنگ سیاه همو سنگ حجر الاسود است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه اسلام است و او میگه که این سنگ به من هیچ چیزی نداده و نمیدهد، فقط به خاطر محبت به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بزرگوار اسلام او را بوسه میزنم. بس خلاص. And North Pole down, and Kaaba was in the center. The Westerners came and they turned the map upside down. North Pole on top, South Pole down. Alhamdulillah, yet the Kaaba is in the center. Mecca is in the center. And since Mecca is in the center, any Muslim in any part of the world, if he's staying in north of Kaaba, he faces towards the south. If he's staying in the south of Kaaba, he faces toward the north. دکتر صاحب زاکر نایک میگه این مسئله ای که در اذهان بسیاری از مردم است که مسلمانان میرن به حج و خانه کعبه شریف را عبادت میکنن، این کاملا اشتباه است. ما فقط خداوند یکتا را عبادت میکنیم و او قبله مسلمان ها است و الله را عبادت میکنیم که بچشم دیده نمیشه. دوستان عزیز، به همین شکل یک ویدیو بسیار جالب دیگر هم از آقای نایک به دست ما آمد و خواستیم که او را هم ترجمه بکنیم و خدمت شما تقدیم بکنیم. یک پسر جوان که ظاهرا معلوم میشه مسلمان است و از دکتر صاحب زاکر نایک سوال میپرسه، میگه حج بدل که میگن، یعنی یک شخص ظاهرا نمیتواند که حج بکند و در مقابلش یک کس دیگر استخدام میکند به حج روان میکند تا اینکه همو ثواب حج فرضی را او به دست بیارد، آیا حج از او میشه؟ یعنی امکان دارد؟ سوال دومی ما میگه ای است، وقتی که مسلمان ها در حج شیطان به سنگ میزنند، با همو سنگک های خرد شیطان میزنند، آیا ای بالای شیطان تاثیرات خود را دارد؟ ای یک چیز واقعی است یا همون تو یک چیز جور کردن؟ دکتر صاحب زاکر نایک سوال برادر را دوباره تکرار میکنه، البته با جزئیات، میگه یک شخص مریض است یا توانایی ندارد که به حج برود یا بسیار مصروف است، در مقابلش یک نفر استخدام میکنه، به او پول میده، میگه در مقابل این پول تو برو به ما حج بکن تا اینکه حج فرضی را ما ثوابش به دست بیارم. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که این موضوع کاملا اشتباه است و کس نباید این کارو بکند، چون حج از او قبول نمیشه. دکتر صاحب زاکر نایک میگه به پاسخ سوال دومی برادر ما میپردازیم که گفتن که وقتی که مسلمان ها با سنگک های خرد شیطان را میزنن، واقعا بالای شیطان تاثیر میکند یا خیر؟ دکتر صاحب زاکر نایک میگه که به شکل فیزیکی خود تاثیر نمیکند، این به شکل یک سمبول است، به شکل معنوی است. وقتی که مسلمان ها با سنگک های خرد شیطان را میزنند، به این معنا که ما دشمن شما هستیم. وقتی که شیطان با این همه تلاش ها و کوشش های خود مسلمان ها را از راه می کشد، اونا را گمراه می سازد، بنابراین مسلمان ها هم نشان می دهند که شیطان دشمن ما است و ما در مقابلش ایستاده می شیم و می جنگیم و تسلیم شیطان هیچ وقت نمی شیم. He physically cannot perform all the rituals of Hajj. So surely he can say that here I'm giving you money. Just because I'm physically not fit, I'm asking somebody else to go. As far as second part of the question is concerned, that when we stone the Jamurat, does the devil get hurt? See, here we have to realize that when we stone the Jamrat, it is not that physically we are causing a damage to the Satan. It is symbolic. دوستان عزیز، نظر شما در این رابطه چی است؟ حتما در قسمت کامنت با ما شریک سازید و جا دارد که قلبا سپاسگزاری بکنیم از کسایی که نظریات سالم خود را همیشه با ما شریک می‌سازند، ویدیوهای ما را همیشه لایک می‌کنند و کانال ما را همچنان سابسکرایب کردند. امیدوار هستم که از ویدیو خوشتون آمده باشد. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما باشد.